الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. حضار گرامی، متعلمین عزیز، والدین محترم، مسئولین محترم لیسه نسوان افغان ترک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال هستم که در محفل خوشی والدین و متعلمین و مسئولین این مکتب شرکت میکنیم و فراغت متعلمین از لیسه نسوان افغان ترک برای والدینشان، برای خودشان، برای والدینشان و برای معلمین و استادانشان و برای مسئولین لیسه افغان ترک تبریک به عرض می رسانم. واقعا لیسه های افغان ترک در سرتاسر افغانستان طی سالهای مدیدی که کار آغاز کردن، خدمات شایسته انجام دادن و برای پرورش نسل امروز و فردای کشور، برای تعلیم و تربیه افغانها، اولادهای افغانها سرمایه گذاری بسیار مؤثر و صادقانه و دوستانه کردن و خدماتشان از هر لحاظ قابل قدر است. نمونهش ما و شما داشتیم وقتی که شاگردای از متعلمین از این لیسه در کنکورهای بین المللی یا از این لیسه ها شرکت کردن، افتخارات بزرگی را برای افغانستان آوردن. این جای خوشی و افتخار است و الحمدلله که در کشور ما در ساحه تعلیم خصوصا توجه والدین به مراتب بیشتر از گذشته هاست. شمایی که فرزندایتان برای درس و تعلیم زمینش مساعد می سازین با قبول تمام تکالیف، شما هم قدر شما را هم باید ملت ما، مردم ما و همه ما بدانیم. اگر از یک طرف در کشور ما رنج است، تکلیف است، مصیبت است و غم است، الحمدلله که به همت مردم ما و به یاری دوستای ما و همکاری دوستای ما، ما و شما شاهد محفلای خوشی هم هستیم. اگر از یک طرف انتحاری تربیه میکنن که اولاد بیگناهی مردم به خاک و خون بکشانن، شما شاهد بودین دو روز قبل در جلال آباد، همه روزه از گوشه ها اطراف و اکناف کشور صدای مصیبت بالا میشه و مردم ما در رنج هستن. اگر از یک طرف اطفال مردم مسموم ساخته میشه، از طرف دیگه میبینیم که در تربیه اطفال کشور، اولاد کشور، متعلمین، جوانان و نوجوانان کشور قدم‌های بسیار مؤثر برداشته شده. آینده کشور معلوم به مربوط به تعلیم و تربیه فرزندان کشور است. امیدوار هستیم که توجه به مراتب بیشتر از آن چه شده در قسمت تعلیم و تربیه دختر و پسر در این کشور در سطوح مختلف صورت بگیرد. از طرف دیگر فعالیت لیسه های افغان ترک در سرتاسر کشور یک نشانه از دوستی دو ملت است که در طول تاریخ و در طول زمان با هم پیوندهای ناگسستنی داشتند و بهترین نمونه از این دوستی را تمثیل شما در زحمات و تکلیفی که مسئولین لیسه های افغان ترک عهده‌دار شدن ما می‌بینیم. و این مصداق امو شعر حافظ است که میگه درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد. سرزمین ما یا حوزه تمدنی ما که افتخارات مشترک در طول تاریخ داشته، از ابو نصر فارابی تا ابو ریحان بیرونی تا مولانا جلال الدین بلخی تا ده ها
نوابغ در جهان علم و ادب تقدیم جامعه بشریت کرده و در تمدن بشری امروز نقش خود ادا کرده در موقعش، این نتیجهش نتیجه توجه به تعلیم و تعلم و تحصیل و کسب دانش بوده. اگر تفکر اندیشه در این حوزه تمدنی رشد کرده در گذشته، نتیجه چی بوده؟ نتیجه بوده که به دانش ارج گذاشته میشن. الحمدلله ما و شما بعیس مسلمان ها این جزء آموزه های دینی ماست. یه حکمتی که اولین آیت کلام الله مجید با اقرأ بخوان شروع میشه، این را ما و شما درک میکنیم و باید بیشتر درک کنیم و اهمیتش درک کنیم. و اونایی هم که فرزندای کشور به نام اسلام فرزندای بیگناهی کشور به قتل میرسانند، مادرها را بیوه میسازند، فرزندا را یتیم میسازند، وام بدانند که این حکم خدا نیست که تو اطفال بیگناه را، مردم بیگناه را به قتل برسانی. امیدوار هستیم که شاهد روزهای خوشی به مراتب بهتر و بیشتر باشیم در سرتاسر کشور و امیدوار هستیم که با توجه و سرمایه گذاری در بخش سرمایه معنوی یا سرمایه بشری که اینمی فرزندای کشور هستند، ما و شما شاهد آینده بهتر برای کشور خود و برای مردم خود باشیم و ما و شما شاهد روزهایی باشیم که افغانستان روی پای خود میسته از هر لحاظ، از لحاظ تأمین امنیتش، از لحاظ رفتن به شعارهای پیشرفت و ترقی، پرداختن به رفاه مردم و تأمین صلح در این کشور انشاءالله. و همه اینها راز همه از این آرزوهایی که ما داریم در توجه و پرداختن به تعلیم و تعلم و کوشش و حمایت از تعلیم و تعلم و داشتن برنامه های بسیار روشن که مردم ما در روشنی ببینه آینده فرزندای کشور وقتی که فارغ میشن از مکتب، وقتی که فارغ میشن از پانتون ها، آینده از یا چیست، اینا مصدر چی خدمتی شده میتونن برای کشور و مردمشان. سرفرازی ملت، عزت کشور، وقار مملکت وقتی به صورت کامل تأمین شده میتونه که اختیارش به دست خودش باشه. خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت، بدان ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. و سرفرازی ملت ما منوط به کوشش و زحمت فرزندای کشور امروز است و ما هم که مسئولیت در عرصه اجتماعی یا سیاسی یا دوستایی که در عرصه حکومتی و اداره کشور دارن، به هیچ صورت خانه به این نباشیم که ما مسئولیت های خود اونطوری که شاید و باید در قبال فرزندای کشور ادا کردیم. همه ما مسئولیت داریم و از خداوند توفیق می خواهیم برای همه ما. یک بار دیگه این کوشش بسیار برازنده ای را که لیسه های افغان ترک در سرتاسر کشور از سالهای قبل، از 17 سال قبل، از زمانی که جنگ بیداد میکرد در سرتاسر کشور و جنگ و نارامی اینا را باز نداشت از یک کوشش انسانی، از یک کوششی که به خاطر آینده بشریت کردن، به خاطر خدمت به افغانها کردن. هیچ چیز مانع این کوشش ارزشمند و پر افتخار از اینا نشد. یک بار دیگه از صمیم قلب برای اینا تبریک میگم و توفیق بیشتر برشان میخواهیم. مردم ما، ملت ما قدر شما را میدانن. شما در عرصه کار کردین و کارتان نتیجه بخش بوده، کارتان مؤثر بوده، کارتان سبب پیشرفت تعلیم و تعلم در این کشور شده، سبب تعمیم دانش در بین فرزندای کشور شده و خداوند شما را همیشه موفق و کامیاب داشته باشه و آینده افغانستان آینده آرام با عزت در صلح در وقار داشته باشه. خدایا تو آن کن که پایان کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر.